مایک فلانس، روزنامه نگار ساکن نایروبی که در نزدیکی مرکز تجاری مورد حمله قرار گرفته حضور دارد، در تماس تلفنی با یورو نیوز میگوید در حالی که مرکز تجاری در محاصره نیروهای دولتی است، ده ها و شاید صدها نفر در کافه ها و بانک ها و فروشگاه ها هستند. درهای مرکز تجاری از سوی گروگانگیران قفل شده است. واحدهایی از ارتش کنیا در محل حضور دارند. یکی از زبده‌ترین یگانهای ویژه ارتش وارد مرکز تجاری شده. منتظر درگیری شدید بین گروگانگیران و نیروهای دولتی هستیم، ولی در حال حاضر تبادل آتشی صورت نمیگیرد. ولی شرایط به شدت متشنج است. هنوز هم افرادی آزاد شده و امکان مییابند تا از فروشگاه خارج شوند. اکثرشان زخمی اند و بلافاصله به بیمارستان منتقل میشوند. از مایک فلانس میپرسیم که آیا منتظر پایان محاصره نظامی و بازگشت آرامش به نایروبی است؟ پاسخ به این سوال بسیار سخت است. با اینکه صدای تیراندازی به گوش نمی‌رسد و بنابراین به نظر می‌رسد که درگیری در حال حاضر وجود ندارد، اما شاید هم پلیس مردان مسلح را تنها محاصره کرده، ولی به هر حال شرایط تحت کنترل نیست. به میگوید مرکز تجاری با احتساب پارکینگ و پشت بام مجموعاً 5 طبقه دارد. به نظر میرسد در هر طبقه حدود 20 فروشگاه در تیررس گروگانگیران نیست و افراد عادی در این مغازه ها در امنیت به سر میبرند. بنابراین مکانهای متفاوتی در ساختمان وجود دارد که مردم عادی میتوانند در صورت حمله در آنها پنهان شوند. به میافزاید مطمئناً نمیدانیم چند مهاجم در آنجا حضور دارند و یا چند تای آنها دستگیر شدند. او میگوید سه روایت متفاوت هم وجود دارد. اینکه مردان مسلح از مردم میپرسیدند آیا مسلمانند یا نه و مسلمانان میتوانستند محل را ترک کنند. برای اطمینان از اینکه افرادی که خود را مسلمان معرفی کردهاند راست میگویند، مهاجمان از آنها میخواستند تا نام مادر پیامبر اسلام را بگویند.